نیلوفر در قلب حادثه تروریستی در پاریس هستی، بگو که حال و هوا و وضعیت شهر چگونه است؟ گفته شده بود که شهروندان از خونه ها بیرون نیان، الان خیابون ها چه وضعیتی داره؟ خیابون‌ها به نسبت یک روز یک شنبه اینجا در پاریس خلوت‌تره. با وجود این بعضی از مغازه‌ها با وجودی که گفته شده مردم از خونه‌ها بیرون نیان بازه، بعضی از مردم مثلا به اینجا اومدن به محل نزدیک به محل تیراندازی‌ها جمع میشن، گل میذارن در فضایی که وجود داره، ولی به هر حال یک غم و ترس و ناراحتی و ناباوری بین مردم موج میزنه. خیلی‌ها تا صبح نخوابیدن، باور نمی‌کنن که چنین اتفاقی در کنار محل زندگیشون، در جاهایی که معمولاً جمعه شب روز آخر هفتهشون رو برای گذروندن چند ساعت با دوستاشون می‌رفتن رخ داده. وضعیت امنیتی ویژه برقراره، به خصوص در اماکن حساس‌تر، به عنوان مثال در اطراف مجلس فرانسه، در اطراف سنا و یا در اطراف کاخ الیزه که ارتش به طور کامل مستقر شده و حتی گفته در برخی از نقاط منع تردد اتومبیل رو وضع خواهد کرد و همینطور نیروهای ویژه‌تری رو برای برقراری امنیت در سر تا سر پاریس مستقر خواهند کرد. به هر حال وضعیت عادی نیست و مردم همچنان در شوک اتفاقات شب گذشته هستند. از طرف دیگه اطلاعاتی منتشر شده در مورد اینکه در کنار یکی از کسانی که حمله انتحاری انجام داده در استادیوم سن دونی یک پاسپورت سوری پیدا شده. با توجه به اینکه داعش این حملات رو به عهده گرفته، این موضوع بیشتر از قبل خودش رو داره نشون میده، اینکه داعش حملاتی رو با کمک برخی از حتی شهروندان فرانسوی در خود خاک این کشور داره ترتیب میده به دلیل فعالیت هایی که فرانسه و همپیمانانش در عراق و سوریه بر علیه این گروه تروریستی دارن انجام میدن. نیلوفر، شاهدان عینی چطور؟ آیا روایتی هست از حوادث تروریستی که دیشب اتفاق افتاده که شاهدان عینی بتونن به ما بگن؟ بله، افراد زیادی صحبت کردن بعد از این حادثه، از خونی که در اطراف خودشون دیدن، به خصوص در سالن کنسرت تعریف میکنن. اینجا با من آقای عباس بختیاری، مدیر فرهنگ سرای پویا که یک مرکز فرهنگی در مرکز پاریسه و دقیقا بین سه نقطه‌ای که تیراندازی در اون رخ داده هست. آقای بختیاری، صحبت که میکردیم با هم قبل از برنامه، گفتین که دیشب تعدادی از مجروحان و همینطور افرادی که دور و ور بودن به مرکز فرهنگی فرهنگ سرای شما پناه آورد، بیشتر برامون بگین از وضعیتشون، از چیزی که دیدین و تعریف کردن براتون. من در محل فرهنگسرا همراه دو تن از خانمای همکارم مشغول کار بودیم که صدای رگبار مسلسل شنیده شد و ابتدا ما تصورمون این بود که خب دارن از ترقه استفاده میکنن، احتمالاً جوان‌ها هستن، بچه‌ها هستن. با فریاد جیغ و دویدن مردم در مقابل فرهنگسرا متوجه شدیم که حادثه رخ داده و خب خارج شدیم، دیدیم هجوم مردم به سوی مرکز، دو نفر زخمی دورتر و یک نفر که گلوله به دستش خورده بود خودشو رسوند به ما. خانمهای همکار کمک کردن، هم این زخمی رو و هم روب وحشت و گریه رو در چهره مردم مشاهده کردیم، آمدن پناه گرفتن. اولین اقدامی که کردیم این بود که خب کرکره رو کشیدیم بعد از اینکه پناه دادیم و شروع کردیم به تماس گرفتن با پلیس و آتش نشانی که متاسفانه موفق نشدیم و این فردی که زخمی بود مجبور شد بیش از دو ساعت توی مرکز ما درد رو تحمل بکنه و بعد هم ساعت که گذشت تونستیم با خروج از مرکز به آتش نشانی خبر بدیم، زخمی رو منتقل کردن به بیمارستان و تا 4 صبح ما ناچار بودیم راه‌های خروجی یا احتمال حمله اگر باشه حملات بعدی پناه بدیم و راه‌های خروجی رو بهشون نشون دادیم که حتی از منزل مسکونی ما هم استفاده بکنه که در طبقه 3 این مرکز. آیا از
دوستان شما، از کسایی که در اطراف شما بودن هم کسی زخمی یا کشته شده؟ بله متاسفانه یکی از همسایه‌های ما امروز صبح متوجه شدیم که جان باخته، رفتیم توی محل، خون هست همه جا و اثر به اصطلاح گلوله هاست که به روی شیشه و در رستوران کامبوجیا هست، رستوران فرانسوی ها هست، یک دونه خوشویی هست اونجا که همینطور به رگبار بسته شده، شیشه ها فرو ریخته، یک پیتزا فروشی مراکشی هست، اونها هم همینطور آسیب دیدن. و خب ما همون دیشب متوجه شدیم که میتونه کار یک گروه اسلامگرا باشه، به این دلیل که کسانی که شاهد صحنه بودن شنیده بودن که فریاد زدن الله اکبر و گفتن که حالا میفهمین که در سوریه چه اتفاقی داره میفته. این دیالوگی بوده که اون لحظه شنیدن و سه نفر که با اتومبیل رد میشدن یک لحظه متوقف شدن که نگاه کنن، اونا رو هم به رگبار بستن که توی اتومبیل جان باختن متاسفانه. و همینطور سه جوان، دو دختر و یک پسر جوان بین 18 سال تا 20 سال که در کافه مشغول نوشیدن بودن، اونها هم در جا کشته شدن. نفر چهارمشون زنده است که من ساعتی پیش دیدمشون.